سلام، من بالاخره بعد چند ماه برگشتم دوباره ویدیو بگیرم. امتحاناتم تموم شد خوشبختانه، اون درس سختمون هم خوشبختانه با نمره خوبی پاس شدم و بالاخره وقت تایم خالی پیدا کردم چند تا ویدیو بسازم. و این ویدیو امروز در واقع باید 3 هفته پیش ساخته میشد، ولی حالا به خاطر امتحاناتم مونده. الان در مورد کمک هزینه 200 یوروی دولت به دانشجو هستش که فقط به دانشجو هم تعلق گرفت. یه سری توضیحات لازم بود که در موردش توضیح بدم که گفتم ویدیو خیلی کوتاه بگیرم در حد چند دقیقه. اول از همه اینو بهتون بگم که شرایط اپلای برای این کمک هزینه 200 یورویی اینه که توی تاریخ 1 دسامبر 2022 توی آلمان دانشجو می بودین. و اونایی که بعد این تاریخ دانشجو شدن و بعد این تاریخ آلمان اومدن بهشون تعلق نمیگیره. و دومی که برای اپلای کردن به این کمک هزینه شما به یک کد و یک پین نیاز دارین که دانشگاه به پورتالتون ارسال میکنه. برای ما اینجوری بود که توی پورتال دانشجویی تو صفحه شخصی ما بود و میرفتیم از اونجا کپی پیست میکردیم و تو مرحله اپلای ازش استفاده میکردیم. سایتش رو میذارم. تو 3 سایتی باید اپلای کنین برای این کمک هزینه و مرحله سوم اینه که یه دونه حساب باند آیدی درست کنید. و برای ساختن این حساب 4 تا روش مختلف وجود داره که لیستش رو میذارم یا عکس این 4 تا روش رو میذارم که ببینید. که البته دانشجوهای بین المللی مثل ماها فقط از روش 1 و 2 میتونن استفاده کنن که روش 1 اسکن کردن کارت آیدی مون هستش با اپلیکیشن. اپش رو هم میذارم اینجا که روی لپتاپ و گوشتون باید نصب شده باشه و از طریق این آیدی وریفیکیشن یا همون آثنتیکیشن رو انجام میدین و مشخصاتون به صورت اتوماتیک میره توی سایت و شما وریفای میشه. و روش دوم یوزرنیم پسورد هستش که خیلی راحت تر از روش اوله، مخصوصا برای اونایی که کارتی که گرفتن، کارت آیدی که تو آلمان گرفتن، براش پین ارسال نشده. چون به این پین هم نیاز دارین تو مرحله تو روش اول. و اکثر بچه‌ها اینجا با یوزرنیم پسورد این کاری کردن. بعد پولم 3-4 روزه واریز میشه. برای من 5 روز طول کشید. من بخاطر اینکه آخر هفته افتاده بود و تعطیل بود، نمیشد ارسال کنن. و یه چیزی که پول بگیرین کیف کنین. و قراره، حالا من شنیدم، نمیدونم واقعیت داشته داره یا نه، که دوباره یک کمک هزینه دیگه دولت بده. علت اینکه دولت این کمک هزینه رو داد به خاطر افزایش بهای سوخت که منظر به افزایش بهای برق شده بود، برق و انرژی شده بود و اضافه خونه افزایش پیدا کرده بود و همزه مواد غذایی افزایش پیدا کرده، ولی این کمک هزینه شامل اون نمیشه. یه بار کمک هزینه 300 یوروی دولت داد حدوداً سپتامبر ماه پیش برای من شاغلی بود. من شاغل نبودم، قرارداد کاری نداشتم تا ترسم 300 یورو رو بگیرم و قرار دوباره یک کمک هزینه بده. اینکه این کمک هزینه رو دولت میده یه چیز مثبت یا منفی به نظر من چیز جالبی نیستش. نتیجه یارانه دادن رو تو ایران دیدیم چه اتفاقی افتاد و خیلی از اقتصاددانا میگن این کار اشتباهیه، دولت نباید این کارو کنه، بیشتر باید کنترل قیمت کنه و این چیزا. حالا من تخصصی توش ندارم، دخالت نمیکنم و خوشحالم که دولت آلمان این کمک هزینه رو نه تنها به دانشجوی آلمانی و پناهنده بلکه به همه دانشجو داد و همین کمک هزینه رو گرفتم و یک کمک خرج شد و تشکر میکنم از دولت آلمان. راستی قرار از این به بعد کلی ویدیو خفن داشته باشیم. تا به سال داره میاد هوا داره بهتر میشه. با مخصوصا با ادوار کارا چند تا ویدیو ولاگ بگیریم توی باغشون با اسلحه‌ای که خریده 4-5 اسلحه خوب داره، بریم باهاشون ولاگ بگیریم. تا ویدیو بعدی، بای.